خلیل کیوان هستم از برنامه پاسخ در این برنامه به, به موضوع اقتصاد میپردازیم و سوالات خودمون رو با حمید تقوایی در میان میگذاریم حمید تقوایی خوش اومدید متشکرم حمید تقوایی یکی از شعارهایی که در اعتراضات جاری برجسته بود این بود که حقوقهای نجومی فلاکت عمومی کلا مسئله فقر و فلاکت مردم مسئله اقتصادیات یکی از پایه‌ها و یکی از دلایلی بوده که این اعتراضات جاری بر اون اساس شک گرفته علت فقر وسیع در جامعه چی هست؟ علتش آیا فساد حکومتی سیاست ریاضت اقتصادی یا اینکه علل عمومی بحرانیه که سرمایه‌داری در ایران و در دنیا بهش مبتلا هست یا دلایل دیگه ای داره اساس مسئله این هست که یک سیستم سرمایداری در ایران کار میکنه نظام سرمایداری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و اون وقت فساد و دزدی و چپاول و بحران عمومی جهانی اینا هم به مسئله بعد اضافه کنید در واقع هرچه خوبان همه دارند جمهوری اسلامی به تنهایی داره از نظر اقتصادی و سیستم سمده ایران حکم میکنه که بتونه قابل رقابت باشه و بتونه به در ارتباط منظم با بازار جهانی باشه و رقابت کنه و بتونه سوداور باشه به اقتصاد رو بر حول سود کار میکنه نه بر حول مسئله رفاه مردم یا جوابگویی به فلاکت و فقر این نیست مسالهش اینه که بیشتر سوداور باشه خب برای اینکه اینطور باشه جمهوری اسلامی باید مناسباتی داشته باشه با غرب که به خاطر اسلام سیاسی و به خاطر هویت جمهوری اسلامی که از ابتدا به اصطلاح ضد شیطان بزرگ بود و غیره تحت انواع تحریم های اقتصادی قرار گرفته و الان هم میبینیم برجام هم به جایی نرسیده و بنابراین یک ریشه مسئله این هست که یک جمهوری اسلامی یک حکومتی از سرمایه داری در ایران هست که ارتباطاتش با دنیا با بازار جهانی حالا اگه نگیم قطع شده بسیار محدود شده و در نتیجه پدیده مثل بازار قاچاق و تفاوت عظیم بین نرخ ارز و بازی با نرخ ارز و همینطور مافیای اقتصادی که در ایران شکل گرفته که هر یک به نحوی دارن از این شرایط سودهای نوجوبی به جیب میزنن اینها شده خصوصیات سرمداری در ایران یک خصوصیات که بهش میتونید بگید دو سالاری اسلامی حالا از اون طرف بحران اقتصادی داریم فرض کنیم جمهوری اسلامی بیاد روابطشان با قرب بهبود ببخشه و برجام هم مثلا خیلی موفق پیش بره این فرض اگه بکنیم باز هنوز به این معنا نیست به وچ که فقر و فلاکت جواب میگیره من فکر کنم حتی شاید گسترده هم بشه یا در یک سطح دیگه این مسئله خواهیم داشت اون هم این هست که سرمایه‌داری در کل دنیا به خصوص در جوامعی که از نظر تکنولوژیک عقب و بعد بتونن رقابتی باشن فقط با سیاست ریاضت اقتصادی میتونه پیش بره اونم به شدیدترین نحوش و از این وضعیت رو ما مثلا در یونان دیدیم الان در خیلی از کشورها در اسپانیا هم مسئله همینطوره در انگلیس هم با قضیه برکسیت و غیره دیدیم خواستن یه راه حلی مقابلش پیدا کنن و همه جای دنیا همه جای دنیا حرف آخر رو سیاست ریاضت کشی اقتصادی میزنه اون نسخه بانکی یا نسخه اقتصادی که بانک جهانی برای دنیا صادر کرده جمهوری اسلامی هم حالا اگر خیلی هنر کنه و روابط اقتصادیش هم با دنیا بهینه به بشه به اصطلاح یا به قول روحانی متعادل بشه تعامل کنن تازه ما یک شرایط پیدا میکنیم خیلی از بدتر, بدتر از یونان چار پنج سال پیش مستلزم سوداوری سرمایه حتی در رابطه با بازار جهانی اصلا به خاطر اون به خاطر که رقابت, باز، رقابت آمیز باشه رقابتی باشه این هست که هر که بیشتر کارگر رو تحت فشار قرار بده هر که بیشتر نیروی کار رو ارزون نگه داره تا بتونه سوداور باشه چون اون تکنولوژی بالایی که مثلا تو کشور صنعتی هست تو ایران نیست به این معنی فلاکت بیکاری و بحران و چیزی که زیر نام ریاضت کشی اقتصادی فرمول میشه یعنی کار هرچی بیشتر و حقوق دستمزد هرچی کمتر زدن از مزایا زدن از خدمات اجتماعی این اساس به حل سرمایه دارانه در جمهوری اسلامی هست حالا به این شما دزدی ها چپاول ها بخور و به چاپ ها بازار تحریم بنادر خصوصی رقابت باند های مختلف قاچاق حتی مواد مخدره اعتیاد از هروئین و غیره از افغانستان به اروپا که آستان دزد رزوی یکی از پایه هاش هست اینها رو هم اضافه کنید اون وقت تصویری میگیرید که واقعا مسئله مردم چی است و چه کار باید کرد تا این قضیه حل بشه خب شما میگن یه حکومت ایدولوژی که خود اسلامیت مانع کارکرد سرمایداری و عضویتش در باشگاه جهانی سرمایدار است به اضافه اینکه یه های معینی داره که به قول شما هر آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری جمهوری و اسلام. اگر در واقع به قول شما تو این باشگاه هم بشه تازه باید ریاضت کشی اقتصادی رو خیلی شدیدتر از هر جای دیگه دنیا خب پیاده خب کنی سوالی دارم اینجا سوال اینه که خب اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه یعنی اینطور که شما میگید با خود جمهوری اسلامی که سهل سرمایه‌داری هم الان نمیتونه جواب بده جمهوری اسلامی سر، سرنگون بشه رفاه عمومی مردم چجوری جوری تأمین میشه بله جمهوری اسلامی که سرنگون بشه اون عامل فساد و دزدی و تحریم اقتصادی و بازار قاشق و غیره حل میشه یا کنار زده میشه مستقل از این که حالا دولت بعدی کیه چون مگر فرض کنیم که یک دولت فاسد و دزدی دوباره میاد اینو میگیره ولی اگر از سرنگونی جمهوری اسلامی منظور این باشه که بساط حکومت اسلامی مافیای اقتصادی و دزدا و چپولگرا جمع میشه خب این تغییریه که تغییر مثبتیه اتفاق افتاده ولی آیا این تغییر به معنی این هست که رفاه خواهیم داشت به معنی این هست که بیکاری حل خواهد شد به معنی این هست که خدمات اجتماعی وسعت خواهد گرفت حتی به طور نسبی زندگی توده مردم بهتر خواهد شد من میخوام بگم این سوال ها دیگه برمیگرده به اینکه سیاست اقتصادی و اون نظام اقتصادی که به جای جمهوری اسلامی میاد چیه اگر نیروهای راست نیروهای طرفدار سرمایه روی کار بیان و بخوان این سیستم رو حفظ کنن ناگزیرن بگن کمربند ها رو صف کنید و به قول بنی صدر باید کار کنی جانم شورا پورا مالیده این شعار معروف بنی بود بعد از انقلاب 50 این انقلاب هم ممکنه شورا شکل بگیره کارگرا جلو بیان خواستشون رو مطرح کنن هر نیروی راستی که به نظر من نخواد دست بزنه به مناسبات سرمایه داری بخواد اونا رو حفظ کنه ب... ناگزیره چاره دیگه ای نداره ناگزیره که شرایط اقتصادی و برای کارگران هر چه سخت‌تر کنه برای اینکه سودآور باشه و بتونه رقابت کنه و این با خودش همه مسائلی که سیاست های اقتصادی به دنبال میاره برای کارگران و توده زحمتکش مردم خواهد داشت یعنی کار هر چه شدیدتر با دستموس های هر کمتر زدن از بیمه ها مزایای اجتماعی خدمات اجتماعی و کلن اقتصاد و هرچه بیشتر در خدمت سود و با استثمار هرچی شدیدتر سازمان دادن این معنی به صلاح سرمایداری منهای جمهوری اسلامی خواهد بود از یک طرف دیگه حاکمیت مذهب ندارید دزدی و قاشاق و رو ندارید ولی ریشه مسئله مردم اینها نیست اینها مزید بر علت هن. علت اصلی سیستم سرمایداری هست که همچنان نیاز داره برای سودآور بودن تسمه از گرد کارگر بکشه و به این معنا مسئله رفاه عمومی به هیچ وجه حل نخواهد شد شما از صحبتاتون روشنه که دو تا راه حل و متصورید برای اقتصاد ایران اینکه اختص... راست میاد اونجا حاکم میشه و اقتصاد سرمایداری رو جاری میکنه که میگید همون برنامه صندوق بین و کار و ریاضت کشی اقتصادی بر طبق کارگر اکثریت مردم یا اینکه سوسیالیست نمیان میان رو ولی در این مورد شما توضیح ندادید آیا سوسیالیزم با اون آرمانی که داره هر کس به اندازه نیازش و هر کس به اندازه توانش ممکنه در ایران پیاده بشه بعد از جمهوری اسلامی مدینه فاضله ای نیست دقیقا ببینید راه حل ما سوسیالیسم میگن می که خیلی میگن سوسیالیسم خوبه ولی پیاده شدنی نیست یا مدینه فاضله است و غیره من زیاد نمیخوام وارد حالا به صلاح بحث اقتصادی مفصلی بشن فقط یه مبانی رو میگم که فکر کنم برای هر کسی بر روشن باشه اون هم میگه هر اقتصادی شما در نظر بگیرید تولید صرفت ببینید رفاه مردم در در گروه این هست که ثروت و امید تولید بشه و همه افراد به طور برابری از اون ثروت بتون بهرمند بشن به نیازشون بخوان جواب بدن خب این ثروت امید چطور تولید میشه شما سه فاکتور بیشتر ندارید چه سرمایه‌داری باشه چه هر فرماسیون اقتصادی ما قبل سرمایه‌داری هر شرایطی سوسیالیستی سه فاکتور دارید در تولید مواد اولیه مواد خام ابزار تولید و نیروی کار اون نیروی کار بعد این ابزار تولید رو به کار ببره مواد اولیه رو تغییر بده در خدمت نیازهای انسان تولید کنه این یعنی جامعه انسانی و تولید در جامعه انسانی این سه فاکتور همیشه هست سوال من اینه کسایی که میگن سوسیالیسم ممکن نیست میگم کدوم یکی از این سه فاکتور قایبه یا حتی محدوده یا کافی نیست مواد اولی و منابع طولی، طبیعی تولید که انقدر زیاد هست که هنوز فرض کنید از یک قلم انرژی خورشیدی هنوز استفاده نکردن چون سودآور نیست اگر شما عامل بزر... سود بذارید کنار انرژی خورشیدی یک منبع عظیم خورش انرژی است و یا معادن و جنگل ها و غیره از این نظر کمبودی نداره کره زمین بنابراین منابع و مواد اولیه و مواد خام بندازه کافی وجود داره نیروی کار انقدر هست که بهش میگن بمب جمعیت خب من سوالم اینه و معمولا هم میگن بمب جمعیت با, با, با باعث فرق میشه من میگم اگر از دو دست بیشتر از یک شکم به اصطلاح تولید میکنه چرا جمعیت زیاد به معنی رفاه بیشتر نیست غیر از اینکه سوداور نیست غیر از اینکه عامل سود اینجا میاد وسط وگرنه شما هر چه جمعیت بیشتری داشته باشید باید رفاه بیشتری داشته باشید طبق تعریف چون به خصوص با وسایل تولیدی امروز یک فرد خیلی بیشتر از نیازهای خودش میتونه تولید کنه نیازهای خودش و پیران جامعه و جوانان جامعه که هنوز شرط کار کردن رو ندارن بنابراین از نظر نیروی کار هم ما کم بودی نداریم که هیچ به اعتراف خود نهادهای سرمایه‌داری بمب جمعیت داریم از نظر ابزار تولیم که آخرین انقلاب صنعتی انقلاب صنعتی سوم یا چهارم بهش گفتن انقلاب الکترونیک انقلاب کامپیوتر قدرت تولید بشر رو در همین دو دهه اخیر به اندازه 2300 سال گذشته رشد داده چندین و چند برابر کرده از این نظر هم کم بودی نداریم قدرت عظیمی قدرت تولید عظیمی هست که امروز منافعش مواهبش نتایش نتایجش میره تو جیب به اصطلاح یک درصدی ها مالتی میلیاردر های دنیا در خدمت رفاه مردم نیست بنابراین تکنولوژی تولید بسیار پیشرفت است و به سرعت داره پیشرفت میکنه مثل به اصطلاح ربات ها کامپیوتر ها شدن خط تولیدی و غیره نیروی کار بنزه کافی هست که بهش میگن بمب جمعیت مواد خام زیرزمینی هم کم نداره و داره مدام منابع جدید کش میشه مثل استفاده از انرژی خورشیدی و غیره خب اگر این سه فاکتور هست پس بشر میتونه بنز کافی به چند برابر جمعیت کره ارز یک زندگی مرفع سطح بالای مانه کنه. چیه؟ چرا نیست مناسبات مناسب تولیدی سرمایه داری و انقدر اینو میپیچونن بانک ها سرمایه مالی سرمایه بخش صنعتی سرمایه تولیدی سرمایه خدماتی انگیزه باید رقابت باشه باید منافع خصوصی حکم میکنه که سرمایه داری باشه یک سری مسئله رو بیش از حد پیچیده میکنن برای اینکه نگن این واقعیت ساده رو نگن که آقا جان ما در خدمت سود تولید میکنیم مهم نیست برامون جامعه فقیره فقیر نیست مهم اینه که این سرمایه که داره کار میکنه چقدر میتونه سرمایه های رقیب و شکست بده نرخ سودش و نرخ انباشش چقدر این میار سرمایه داریه و اینو صریحا هم میگن حتی احزاب سرمایه‌داری حاکم صریحا میگن اقتصاد حکم میکنه که ما مهد کودک ها رو بزنیم اقتصاد حکم میکنه بودجه بهداشت عمومی رو بزنیم اقتصاد حکم میکنه مدارس رو پولی کنیم دانشگاه رو پولی کنیم این اقتصاد حکم میکنه یعنی سود ما این اسم دیگری است برای اینکه سود طبقه رو حکم میکنه اقتصاد در به طور عام یعنی این اقتصاد معنی رفع نیازهای بشری است فاکتوری گفتم هیچکدوم از این احکام رو نمیکنه نمی اقتصاد کاملا از نظر عینی و اون سه فاکتور اصلی آماده است برای تولید رفاه برای کل جمعیت کره ارز و چندین برابر این جمعیت اگر میگن اقتصاد حکم میکند که ها رو صفر کنید بدونید این اسم دیگری است برای اینکه بگن سودآوری ما حکم میکند که ها رو صفر کنید که از خدمات بزنیم از بیمه بزنیم ساعت کار رو زیاد کنیم سن بازنشستگی رو بالا ببریم همین کار داره اتفاق میفته سیاست ریاضت کشی اقتصادی یعنی همه اینا از بهداشت عمومی از حمل و نقل عمومی از آموزش عمومی بزنید از بیمه بیکاری ها بزنید از مزایای کار بزنید س... کارها رو جوری بکنید که هر کارگر مجبور بشه دو شیف کار کنه یا هر خانواده کارگری زن و مرد مجبور بشن کار کنن و هنوز هم هشتشون گروه نویشون باشه چرا چون امثال راکفلر و بیل گیتس و غیره میخوان سودهای نجومی برن داستان اینجاست شما با این تفاصیل میگید که راه حل سوسیالیستی پاسخ فقر و فلاکتیه که در ایران هست میگم کاملا اول مطلوبیتش فکر نکنم که زیر سوال ببره که یک جامعه ای باشه که نیازهای همه رو برآورد کنه جامعه بدیه اساسا میگن ممکن نیست من بس این بوده که کاملا ممکنه اون چیزی که ناممکنش میکنه مناسبات سرمایه داریه اینو شما در هم بشکنید کاملا ممکنه یک, یک سوالی تر بود یکی از دوستان سالی رو تر کرده که شما کمونیست هستید و برای نظام سوسیالیستی مبارزه میکنید و الان دارید از حرکت اعتراضی مردم در ایران دفاع میکنید. خب اینها با هم سازگاری داره؟ پیش شرط نمیذارید که یک حرکتی باید سوسیالیستی باشه تا شما ازش حمایت کنید؟ ما به هیچ وجه چنین پیش شرطی نداریم. ما میگیم هر اعتراضی که به نفع خواستهای مردم باشه. هر اعتراضی که مسائل تبعیض، نابرابری ها رو، سرکوبگری و عدم وجود آزادی رو بهش اعتراض کنه و بخواد حل کنه. این قابل ه... این مبارزه قابل حمایته ه... ببینید الان یه مبارزه مهمی تو ایران هست حقوق زن و مرد زن ها میخوان کاملا برابر باشن با مرد و سمبولش الان شده این دختران انقلاب و بدون انداختن حجاب اجباری این رو ما ازش حمایت میکنیم چون در خود حمایت میکنیم چون آزادی زن در گرایش هست مبارزه رو مترقی انسانی برحق میدونیم علیه تبعیض میدونیم ازش می کنیم یا مبارزه برای جمع کردن مذهب از دولت ازش حمایت میکنیم سکولاریسم چون در خدمت جامعه در خدمت توده مردم است به یک معنا اجازه بدید اینم بگم به یک معنا اینها سوسیالیستیه از این نظر که ریشه این مسائلی که خدمتتون گفتم سرمایه‌داریه 50 سال پیش تو ایران قبل از اصلاح اینطور نبود 50 سال 60 سال 70 سال پیش قبل از دهه 40 در ایران اینطور نبود در خیلی از کشورها اینطور نبود فودالی بود نیم فودالی نیم مستعمره بود به اصطلاح بود تو... انقلاب اکتبر که در روسیه اتفاق افتاد هنوز فودالیزم و تزاریسم حتی در اقتصاد وزن سنگینی داشت امروز در دنیا در ایران و در تقریبا هیچ کشور دیگه اینطور نیست سرمایهداری همه جا گسترده است و سرمایهداری به شکل اوریان و سریح سرمایداری بازار آزاد نه دیگه سرمایداری دولتی حتی. سریح و روشن سمدری بازار آزاد سمدری کلاسیک همه دنیا رو فرا گرفته در ایران هم همینطور هست و بنابراین تمام مسائبی که شما در جامعه میبینید جز ملزومات سوداوری سرمایه است حکومت مذهبی که در ایران دارید اگر زن و برد برابر نیستن اگر این خرافات حاکم شده اگر این مافیای اقتصادی رو افتاده اگه فساد جزء سیستماتیک کل حکومتیه دزدی و حقوق نجومی همونطور که مردم میگن حقوق نجومی فلاکت عمومی اینها همه ریشه از سرمایه داریه بنابراین هر کس برای هر نابرابری برای هر تبعیض علیه هر گوشه‌ای از حقوق انسانی خودش مبارزه میکنه در نهایت اگر مبارزش رو عمق بگید و ریشه یابی کنید و به اساسش برسید میبینید مبارزه است علیه سرمایه ممکن خودش اینطور نگیه ممکن اون اکتیویست ها اون فعالین اون توده مردمی که مبارزه رو میکنن این رو نبینن ولی به طور ابجکتیو و عینی این هست و کار مثل حزب ما این هست که این مبارزات رو متحد کنیم این مبارزات رو افق جلوشو بذاریم همین افق پیروزی برای مردم تعریف کنیم پیروزی یعنی چی پیروزی یعنی ریشه یعنی تیشه به ریشه این مسائل زدن و استثمار نابرابری طبقاتی کار مزدی اینها ریشه مسائل ما این مبارزات مبارزاتی است که از نظر عینی اینها رو در اینها رو میتونه با به قطع اینها میتونه با لغو اینها میتونه با کنار زدن اینها به رفاه برسه اگر سوال رفاه عمومیه راهی جز سوسیالیسم نیست اگر میگید یک کمی بدتر یک کمی بهتر میتونه این یا اون نظام سرمداری یک کمی بهتر یک کمی بدتر کنه ولی مسئله مردم انتخاب بین بد و بدتر یا یک کمی بهتر نیست مسئله مردم این است که واقعا جامعه مرفه باشه رفاه تامین کنه و این یعنی سوسیالیسم و تمام مبارزاتی که شما اشاره کردید که به یا دوست میگه چرا از مبارزات مردم حمایت میکنید بدونی که بگید سوسیال سوسیالیسم رو بلند کنید پرچمش یا غیره به این خاطر است که از نظر امنی و اوبجکتیف این مبارزات همه مبارزاتی است علی سرمایه شما توضیح دادید مفصل تو سالات پیشینم که سرمایه داری راه حلی نداره و راه حلش ریاضت اقتصادیه و ممکنه تغییرات جزئی بده در وضعیت با سرنگونی جمهوری اسلامی سوسیالیسم انتقادی که جریانات راست میکنن این هست که مثل نظامی که در شوروی بود کاری میکنه که انگیزه فردی برای کار از بین میره و بالاخره وضعیتی پیش میاد که نظام مثل نظام شوروی از درون فرو میریزه شما جوابتون این سال چیه؟ سرمادری کار رو تبدیل کرده به شغل منظورم این هست که معیشت شما رو گرو گرفته برای که مجبور بشید کار کنید کار کردن شده پیش شرط زنده ماندن پیش شرط زندگی خود و خانواده هر فردی این رو تبدیل کرده به شغل و اون وقت میگه که انگیزه فردی پشتش است اگر شما بیاید به رفاه مردم رفاه مرد جامعه رو تامین کنید به هر کس منزل نیازش کن بدید اون وقت کار نمیکنه من میگم کار رو اگر تو این فرهنگ سرمایه داری نگاه کنید یعنی یک اجبار که 90 درصد مردم از کارشون منزجرن 90 درصد مردم جمعه ها خوشحالن یا پنج شنبه ها تو ایران یا جمعه ها تو غرب دوشنبه ها روز عزاشونه چون برمیگردن سر کار اگه اینا تعریف کنید بله این از بین میره این انگیزه از بین این انگیزه نیست این اجبار به کار کردنه ولی کار جزئی از زندگیه کار یعنی فعالیت خلاق بشر در خدمت خودش و جامعهش در خدمت هم نوع خودش این تصور رو سرمایه دارها فقط میتونن بدن که اگر ما اجبار رو برداریم مردم گویا همه تو سایه دراز میکشن از صبح تا شب مثل سیب زمینی زندگی میکنن کی اینو گفته خلاقیت تغییر دنیا به نفع خود و به نفع جامعه به نفع هم نوع خود یک انگیزه اساسی اینو میتونید بگید شاید اینطوری بگید که این در دی انسانها ای انسان هک شده انسان موجودی اجتماعی یک انسان حتی فیزیولوژی انسان بیولوژی انسان در اثر زندگی جمعی ایجاد شده زبان ما نتیجه اجتماع است. مغز ما اینطوری شکل گرفته انگشتان ما اینطوری شکل گرفته به خاطر کار هست که ما تونستیم شستمون در مقابل چهار انگشت دیگه قرار بگیره و بتونیم مزیتی بشه که بتونیم ابزار سازی کنیم بتونیم تامین کنیم نیازهای خودمون انسان تاریخ تکاملش نگاه کنید نیروی اجتماعی نه... نه فرد سرمایه‌داری فرد رو در انتظار میکنه از جامعه بیرون میکشه میگه این باید رقابت کنه تا سر پا بمونه بذار جواب رقابت هم بدم شما دو نفر رو میندازید توی رینگ میگین بکش یا کشته شو خب مجبور بکشه دیگه وگرنه کشته میشه تو اقتصاد کارگر با کارگر رو به رقابت میندازن برای اینکه اگه اون بیاد مزد تو کم میشه یا اون بیاد تو اخراج میشی سرمایه با سرمایه‌دار بر رقابت کنه مغازه‌دار با مغازه‌دار بر رقابت کنه چون اگر ورشکسته کنه ورشکست میشه یک جنگلی درست کردن که به این ترتیب طبقات و, و حتی افراد مقابل هم بد بعد به این میگن انگیزه بقا به این میگن غریزه انسانی ببینید انسان خودخواهند انسانها برای منافع خودشون میجنگند انسان ها میخوان رقابت کنند انسانها منافع خودشونو رو ترجیح میدن به منافع بقیه من میگم همه اینا فلسفه است که سر هم شده برای اینکه سوداوری سرمایه رو توجیه کنه و فلسفه بافی کنه انسان ها قبل از همه اینها موجوداتی اجتماعی هم نو دوستی تو خون انسان هست هم نو دوستی در دین انسانها انسان ها هک شده و, بنا... و کار نه. یکی از فعالیت های حیاتی انسانه ها به این معنا که به زندگیش معنی میده شما کار رو داوطلبانه بکنید تبدیل به فعالیت خلاقه انسان ها در قبل خود رو جامعه بکنید اون وقت ببینید که چطور جامعه شکوفا خواهد شد سوال زیاده دو سال میخوام از شما تر کنم در دو دقیقه که باقیه هر دو رو با هم می میکنم شما بر دو یکی اینکه بالاخره میخوام ببینم جمهوری اسلامی سرنگون بشه وضع اقتصادی مردم بهتر میشه و دوم اینکه شما اگر به قدرت برسید سوسیالیسم رو بلا فاصله پیاده میکنید خب نکته اول اینکه جمهوری اسلامی سرنگون میشه وضعیت اقتصادی مردم بهتر میشه بس داره که چه حکومتی با چه سیاست اقتصادی بیاد سر کار ولی این رو من میتونم بگم مسئله بهتر شدن یا کمی بهتر شدن یا بین بد و بدتر بد شدن مسئله نیست ببینید جامعه رو بردن به اوج به قعر فلاکت به قعر ذلت و این وقتی برگرده میخواد بره به اوج منزلت مثل یک فنری که شما فشار بدید وقتی هرچی بیشتر فشار بدید وقتی دستتو بردارید جلوتر میجهه جلوتر میره جامعه ایران اینطوره عقبش روندن از نظر اقتصادی حتی دستمزد نمیدن به این معنی که نرخ استثمار بی‌نهایت دستمزد نمیدن شش ماه شش ماه به کارگر و فلاکت بیداد میکنه و به قول کارگرا از اون طرف شما یک حقوقهای نجومی و یک مافیای اقتصادی رو دارید این دو نکته نشون میده اولا بس بر سر این نیست که حالا یک کمی فلاکت اون بهتر بشه یک کمی حقوق اونها کمتر بشه مردم فقط رفاه خودشون نمیخوان میدونن ثروت موجوده بالایا چپاول کردن مردم میخوان این شکاف از بین بره یعنی میخوان طبقات از بین بره این یعنی اون رو که ولکولیت میره تا بزنه زیر کل این بسات و حزب ما در میدان هست که متوقفش نکنن بره تا نفی کامل سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم ممکنه فوری حکومت بعدی نباشه ولی ما این مبارزه رو ادامه بدیم چون جامعه رفاه میخواد مردم رفاه برای میخواد برای اینکه سوسیالیسم رو کنید پیشرتش اولین پیشترش قدرت سیاسیه حزب بر قدرت سیاسی رو بگیره و میریم که قدرت سیاسی رو بگیریم برای اینکه بتونیم سوسیالیسم رو پیاده کنیم پیشرفت اقتصادی نداره پیشرفت سیاسی داره ممکنه بعد از به قدرت رسیدن بورژوازی شروع کنه به خرابکاری کردن شروع کنه به مقاومت کردن یا دولت‌های خارجی به کمک بیان ما تمام تلاشمون این هست که این اتفاقا نیفته جامعه هر چه سریعتر و هرچه با آرامش و به بدون تنش‌های شدید بره به طرف سوسیالیسم و این سیاستی است که از نظر اقتصادی به نظر من تو ایران پیشرتی وجود نداره توی گفتم همه شرایط آماده است برای اینکه سوسیالیسم رو پیاده کنیم بله دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم تشکر از حمید تقوایی تا برنامه دیگه شب و روز شما خوش